ای مناجات و ای نسیم دعا، راه نزدیک ما به سمت خدا. این که دریا کنار تو قطره قطره با التفات تو دریا، نظر سجاده شبانه تو آخرین رکعت نوافل ما، ای امام علی دوم من، ای امام چهارم دنیا، مرد شب زنده دار سجاده، مرد مهران التماس دعا، آقا جون از تو بوی نماز می آید، بوی راز و نیاز می آید. مادر تو نگین حجب و حیاست، شرف و شمس سید و شهداست. خوب دل برید به این چند خط. مادر آقامون امام سجاد حضرت شهربانو، خب ایرانی بودن و مایه افتخار ایرانی، این شاعر چقدر زیبا گفته. مادر تو نگین حجب و حیاست، شرف و شمس سید و شهداست، مایه آبروی ایران است، افتخار همیشه ام به شماست. آقا جان از تو و مادر تو این دل من، عاشق خانواده زهراست. آقا یک سفر پیش ما نمی آیین، آخه وطن مادری تو اینجاست، تو عجب زاده ای، تو فامیلی، حق حرم سازیت به گردن ما، تو عجم زاده ای، تو فامیلی، پس حرم سازیت به گردن ماست. تو در این سرزمین گلکاری به خدا حق آب و گل داری. آقا جان مولای من، احترام تو را سلام نبود، حق
به تو کوچه های شام نبود، هیچ جایی برای حال شما بدتر از مجلس حرام نبود. گریه کردی صدا زدی ای کاش، هیچ سنگی به روی بام نبود. کاش مادر مرا نمیزایی، چرا کاش مادر مرا نمیزایید، من امامم خراب جام نبود، من امامم خراب جام نبود. به یاد قربت مدینه و به یاد قبرستان بقیه، اگه کسی احتمالا خجالت میکشه شب برا امام سجاد عرض ادب کنه، با تاریک شدن همه عرض ادب کنیم. سهل ابن ساعدی میگه وارد شام شدم، دیدم شهر رو آذین کردن، چراغان کردن. گفتم مگه چه خبره؟ گفتن مگه نمیدونی سر حسین فاطمه رو وارد شهر کردم. یه وقت نگاه کردم دیدم سرهای مقدس بالای پشت سر این سرهای بی بی آب و بچه ها روی ناقه های عریان. بی خود نبود آقا وقتی سوال کردن کجا به شما سخت گذشت، سه مرتبه فرمود شام شام. میگه رفتم جلو امام سجاد و شناختم، اما دیدم قل و زنجیر به دست و گردن آقا انداختم. سلام کردم، فرمودن کیستی به ما سلام میکنی؟ چرا آقا؟ فرمودن آخه از کربلا تا شام یه نفر به ما سلام نکرده، فقط به ما دشنام دادن، تازیانمون زدن. انشالله کسی چشمش خوش نبونه امشب، از خود امام سجاد مدد بگیرین. خدا مادرشم دوست داره برا امام سجاد بلند بلند گریه کنین. دیدم عمامه آقا سوخته شده، یا صاحب الزمان. گفتم آقا چه شده؟ فرمودن سر خاکستر رو سرم ریختن. دستان بزده بود این خاکز در اول، امامم و سوزان، بعد هم سرم و سوزان. فرمودن سهل پول با خودت همراه داری؟ عرض داشتم بله آقا جان. فرمودن برو به اون نیزداری که سر بابا ما امن میکنه، برو قدری پول بده، بگو سر و جلوتر ببره. آی غیرت دارا، بگو سر و جلوتر ببره، این مردم توجهشون به سر جلب بشه، کمتر به این بی بی ها و بچه ها نگاه کنه. Yeah.
من نمیدونم اینجا چطور به دل امام سجاد گذشت. یا روز دوازدهم بنی اسد اومدن بدنها رو دفن کنن، اما نمیتونن بدنها رو شناسایی کنن. آخه این بدنها سر نداره. یه وقت دیدن یه سواری داره از دور میاد، از اسب پیاده شد، فرمود بنی اسد من بدنها رو شناسایی میکنم، شما به خاک بسپارید. این بدن برادرم علی اکبره، این بدن قاسمه، این بدن اونه، این بدن جعفره. همه بدنها رو شناسایی کرد امام سجاد، به خاک سپردن. یه وقت دیدن داره میره طرف نهر القمه، بنی اسد این بدن عموم ابوالفضل، بدن قمر بنی هاشمم به خاک سپردن. یه وقت دیدن آقا اومد طرف گودال، یه بدنی رو خیلی احترام میکنه، دست رو سینه گذاشته داره سلام میده به این بدن. گفتن آقا این بدن کیه اینقدر احترام میکنی؟ فرمود این بدن بابای غریبم حسینه. بنی اسد برید یه قطعه بوریا بیارید، بدن و قدمیان بوریا گذاشت، وارد خونه قبر کرد. هرچه منتظر شدن دیدن امام سجاد از قبر بیرون نمیاد. رفتن جلو تا نگاه کردن، دیدن آقا لبها رو به رگای بریده گلوی بابا گذاشته. از قبر بیرون اومد، با انگوش به روی خاک کربلا نوشت هازا قبر حسین الذی قتلوه عطشانا. ای قبر بابای حسینه، آن حسینی که با لب عطشان کشتن. مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود، مگر حسین فاطمه عزیز مصطفی نبود، عزیز مصطفی نبود. همه با هم مگر بکر بلا کفن به غیر بوریا.